سرمایه های ملی متعلق به همه آحاد ملت ایران بوده و همه در آن سهیم و شریک هستند. فکر می کنید این سرمایه ملی دقیقاً چی هست؟ چقدر بزرگه و شراکت مردم در این ثروت چه معنایی داره؟ شاید باور این حقیقت درباره ایران برای همه ما کمی عجیب باشه، اما ایران از لحاظ منابع طبیعی پنجمین کشور ثروتمند دنیاست. شرکت استاتیستا ارزش کل منابع طبیعی ایران رو حدود 27 تریلیون دلار تخمین زده. هر تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار. 27 تریلیون یعنی 27 هزار میلیارد دلار. بذارید یه جور دیگه بگیم تا مفهوم این میزان از ثروت رو بهتر متوجه بشیم. ایران به تنهایی از کل قاره اروپا ثروتمندتره. ارزش نفت و گاز رو که دیگه همه میدونیم. ایران یکی از قولهای بزرگ نفت و گاز جهانه. توی نفت رتبه چهارم و توی گاز رتبه دوم رو داره. بهتر اینطوری بگیم. یک سوم نفت جهان در ایران و ونزوئلا است. آیا در حال حاضر شما در این ثروت سهیم هستید؟ در چگونگی مدیریتش چطور؟ اول باید ببینیم که این سهم چطوری باید وارد زندگی مردم بشه. این سهم در علم اقتصاد با عنوان درآمد سرانه تعریف میشه. به زبان ساده درآمد سرانه یعنی سهم شما از درآمد ملی. اگر دولت در هر زمینه‌ای مثل اشتغال، تحصیل، درمان، سیستم حمل و نقل، امنیت و غیره بالاترین کیفیت رو براتون ایجاد کرده، یا اگر براتون ساختمون ضد زلزله ساخته، اگر شما موقع بیماری به غیر از درد با هیچ مشکل دیگه ای روبرو نیستید و دسترسی راحت و رایگان به خدمات درمانی دارید، یعنی سهم شما از درآمد ملی مستقیما داره وارد زندگیتون میشه. و اگر هیچ کدوم از این امکانات رو ندارید، یعنی سهم شما داره چپاول و غارت میشه. شاید برای خیلی هامون عجیب باشه که اصطلاحا اینقدر سهم الارث داریم ولی ازش محرومیم، و شاید حتی به خاطر ناآگاهی از حقوقمون بپرسیم که اصلا چرا این سهم متعلق به مردمه؟ جوابش خیلی ساده است. چون این سهم متعلق به هیچ کس نیست جز مردم. هر ثروتی که در هر کشوری هست متعلق به مردم اون کشوره و کار دولت‌ها صرفاً اینه که با اجازه شما روی ثروت شما کار می‌کنن، پول شما رو چند برابر می‌کنن، اون رو برای افزایش رفاه شما و فرزندانتون در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنن و در ازای این کار از شما به عنوان صاحبان ثروت حقوق می‌گیرن. در هیچ سیستم سیاسی و مملکت‌داری چیزی به عنوان ثروت دولت یا ثروت حاکمیت تعریف نشده. اما چرا مردم سهمی از این سفره گسترده پرنعمت با میلیاردها دلار ثروت ندارند؟ مردمی که روی دریایی از نفت و طلا اما در کپر زندگی میکنند. چطور میشه جلوی این غارتگری ها رو گرفت؟ اگر سهمی به مردم نمیرسه، پس این ثروت کجا داره خرج میشه؟ چرا هیچ وقت سیستم آموزشی نمیذاره مردم برای آشنایی با حقوقشون آموزش ببینن؟ چرا اگر مردم مطالبه گر و پرسشگر تربیت بشن، برای حاکمان اینقدر ترسناکه؟ این سوال ها شاید فقط یک جواب داشته باشه و اونم اینه که هیچ سیاستمداری دوست نداره مردم از حقوقشون آگاه بشن و حفاظت از سرمایه های ملی فقط به دست خود مردم امکان پذیره. مانیفست رنسانس ایران آزاد که توسط محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه، تبیین شده، همه ی حقوق سیاسی، اقتصادی و مدنی که دونستن اون بر هر انسانی لازم و واجب رو توضیح داده و در اصل دهمش در مورد حق مسلم مردم از سرمایه های ملی ایران صحبت میکنه و یک پیشنهاد مدیریتی هم برای حفظ و صیانت این سرمایه ها داره و اونم اینه که کشور به شکل شرکت سهامی عام اداره بشه و هر ایرانی به عنوان یک سهامدار از هیئت مدیره در ازای مدیریت سرمایه کشور پرسشگری و مطالبه داشته باشه و در صورت ناکارآمدی هیئت مدیره اونها رو برکنار کنه. اصل ده مانیفست رنسانس ایران آزاد: ملی بودن ذخایر زیرزمینی نفت و گاز و صنایع وابسته مانند صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ذخایر کانی و معادن مانند معادن مس، طلا، اورانیوم و غیره، همچنین منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، رودخانه‌ها و غیره. سرمایه‌های ملی متعلق به همه آحاد ملت ایران بوده و همه در آن سهیم و شریک هستند. در این مورد لازم است توسط هیئت مدیره شرکت سهامی عام که همه ایرانیان در آن سهم دارند مدیریت شده و همه مردم از درآمد ناشی از آن به انهای مختلف بهره‌مند شوند و از دسترس سارقان سرمایه‌های ملی در امان نگاه داشته شوند. با آرزوی بیداری توده‌های مردم و نجات از دست غارتگران.